با درود به بینندگان وفادار تلویزیون ایران فردا، یک بار دیگر در شما و تلویزیون ایران فردا در خدمتتون هستم. پیام هاتون رو شنیدم، آماده برای پاسخگویی و باز هم تاکید میکنم مطمئن باشید در آینده نه چندان دور تماس مستقیم خواهیم داشت. خیلی کارا داره در اینجا انجام میگیره، از جمله انتقال از یک ماهواره به ماهواره دیگر که شما از هفته آینده فرکانس‌هاش رو مشاهده خواهید کرد که چه فرکانسی خواهد بود. تغییراتی که در برنامه داریم میدیم، به هر حال نمیشه برنامه یک نواخت باشه. من یه توضیح راجع به برنامه قلم فرسایان یا در کوچه باخای قلم بدم. آنقدر این برنامه خوب تهیه شده بود، من با وجود تکرار هر بار میبینم از این برنامه لذت میبرم و واقعا برنامه فوق‌العاده‌ای بود. خب یک قراری بود، تعدادی تهیه شد، متوقف شد که دوباره انجام بشه. الان در تدارک سری جدیدش هستیم که به زودی آماده خواهد شد و این برنامه به هر حال برنامه مورد توجه شما هست. همزمان با اون در کنارش برنامه دیگری خواهیم داشت در رابطه با چهره های دیگر. حالا اجازه بدید، چون دوستان ما هم در تلویزیون های دیگر خیلی سریع دوست دارن کارهایی رو که ما داریم با سرعت بیشتری انجام بدن، اجازه بدید توضیح زیادی راجبش ندم، چون یکی دو مورد پیش آمد که بنده توضیح دادم و بعد اصلا ناچار شدیم از اون برنامه دست بکشیم، چون نمونه های یعنی تلاش برای ساختن مشابه کردن که اونم نبود، ولی خب به هر حال به اون لطافت و طرحی که ما داشته بودیم خدشه وارد شد. بنابراین این کار رو نخواهم کرد و میگذارم برنامه که کامل آماده شد، شما تیزرش رو که میبینید، اون اعلانش رو که میبینید براتون روشن میکنه. خودتون دیدی در پنجره روبه خانه پدری تغییرات اساسی بود، چه در اینترو شروع برنامه، در پایانش استودیو رو تغییر شکل داده بودیم و بنابراین با یک وجه تازه ای آمد. حالا اینو در اخبار، در تفسیر خبر و دیگر در برنامه های دیگر هم مشاهده خواهید کرد. نکته دیگه هم بهتون بگم، ما نمیگوییم که دیگه تمام کارامون درسته، نه، با امکانات محدودی که داریم تلاشمون رو میکنیم که حداقل در این امکانات محدود وقت شما تلف نشه. حالا یه عده دوست دارن صبح تا شب انتقاد که چه عرض کنم تخته بکنن، اشکالی هم نداره. فیسبوک هست میان اظهاراتشون رو میکنن، سایت هست میان حرفاشون رو میزنن، یا تلفن میزنن مطالبشون رو میگن و اغلب این تلفن ها رو من پخش میکنم، مگر اینکه توش حرف رکیکی باشه که از پخشش معذورم. ولی خب یک مجموعه زیادی از شما هم اینقدر لطف دارید که مثلا نمیدونم با چه زبانی از این لطف شما قدردانی کنم. اجازه بدید سریع بریم به پیام های شما، پیام ها رو گوش بدیم و تا اونجایی که بضاعت مزجات من اجازه میده و از دانشم برمی آید پاسخ شما رو بدم. با ما باشید و گوش میکنیم به نخستین پیام. درود بر شما عزیزان. این پیام تقریبا خصوصیه برای جناب نوریزاده. من خواستم خدمتشون تبریک بگم موفقیت نیمای گل پسر خوبشون رو در تهیه این فیلم. الان وبسایت‌های زیادی رو، الان که من برنامه‌شون رو دیدم و آگاه شدم، رفتم روی کامپیوتر و وبسایت‌های زیادی راجع به ایشون چیز نوشته که خیلی جا به ایشون کارگردان سرپرایز عنوان دادن، برایشون سرپرایز بوده یک چنین فیلم خوبی ایشون بسازه. به هر حال خدمتشون تبریک میگم. من عرض دیگه ندارم، موفقیتشون رو همیشه طالب بودم و هستم. خوشحالم که این بچه گل موفق شده. امیدوارم همه ایرونی ها واقعا پیرو به این پسر خوب باشن و دنبال موفقیت خودشون و کشورشون باشن. روز خوبی براتون آرزو میکنم. سپاسگزارم هموطن عزیزم. من پیام شما رو نشنده بودم، خدا شاهده من نشنیدم، یعنی پیام ها که اومد من برای تهیه کننده فرستادم، فرصت شنیدن نداشتم. نمیگم اگر میشیدم پخشش نمی کردم، نه، هر پدری وقتی راجع به فرزندش حرف میزنن شادمان میشه،
به خصوص که نیما این فیلم دومش امریکن اولترا به ظاهر فیلم خیلی خوبی شده. الان روزهای آخر ادیت و اینا انجام شد و کارهای دیگه و موزیک و غیره و به زودی آماده خواهد شد. و اینطور که همطور که هموطن ما اشاره کرد، نوشته هایی که در رابطه با امریکن اولترا هست همه حکایت از این میکنه که فیلم خوبی شده. امیدوارم مثل فیلم اولش پراجکت ایکس موفق باشه. به هر حال هر پدری هر مادری موفقیت فرزندش سرفرازش میکنه و من پروردگار رو شکر میکنم که سه فرزند سه پسر موفق در کارهاشون دارم. هموطن بعدی ما، سلام آقای نوری‌زاده، خسته نباشید. ممنونم از همه زحمات و برنامه های زیباتون. به خاطر سه تا خاطره که از شما داریم سه تا خواهش دارم. یک، یاد اون روزی که از پاکستان ساعت برای برادرتون سیکو خریدید خدا بیامرز. دو، سفری که با پدرتون به اصفهان داشتید. و سه، دیدار با شاپور و بختیار خدا بیامون. سه تا خواهش من. یک، محسود اسدالله‌ای عزیزم برنامهش خیلی کمه. حق این که خورده شده، اگه ایشون همه چی به کام بود آقای کیمیا اینا باید الان جلوش را میرفتن. دو، برنامه فیلمین سخن، درسته این پسر جوان برنامه رو اجرا میکنه، هفته گذشتم جواب دادی، ولی اون برنامه روی ایشون نشسته بود، مثل صدای ایران که رو فردی نشسته. سومی خواهش، شنبه یه شنبه فیلم های ایرانی میذارید. خواهش هم اینه که اگه میشه فیلم های قدیمی رو برای ما بذارید. این فیلم ها تو ایران هست در دسترس مردم. ممنونم از زحماتتون. اگر امکان داره فیلم های قدیمی رو برای ما بذارید. یکی از فیلم ها مثلا، بله دوست عزیزم، اولا در مورد ممنونم که سه نقطه از زندگی من رو یادآور شدید، سپاسگزارم. دوست همراه و وفادار. در مورد برنامه فهمیم سخن من توضیحات کافی دادم و اجازه بدید کم کم با نیما هم عادت خواهید کرد، نیما هم جا میفته و همیشه باید مجال داد به چهره‌های جوان بیان و تجربه کنن. خود فهمیم سخن خیلی راضیه و من امیدوارم شما همین رضایت رو کسب بکنید. در مورد آقای مسعود اسداللهی، من مسعود رفیق عزیز من، هنرمند بسیارم دوستش دارم و به کارش ارزش میگذارم. ببینید یه برنامه‌ای هست زیباییش در مختصر بودنش، وقتی اینو طولانی کردید زحمت زیاد میشه. مسعود کارهای دیگه هم داره ولی در همین قالبی که داره انجام میده زیباست و مورد توجه شما. حالا اگه یه روزی لازم شد طولانی ترش هم بکنه یا دوبار بکنه اون مسئله دیگری است. در مورد فیلم های قدیمی چشم، نسخه خوب پیدا کنیم. اشکال اینه که ما فیلم های قدیمی رو اغلب میگردیم نسخه های خوبی که بعد بشه نمایشش داد و شما لذت ببرید پیدا نمی کنیم، مگر در موارد معدود. اطاعت، من با همه تلاشم با همکارانم تلاش خواهیم که فیلم های قدیمی خوب پیدا کنیم. هموطن بعدی، حالا سلام، این پیام برای آقای میبودیه. ایشون چون خیلی علاقه من تستم به کارهای اتمی، خواستم خدمتشون عرض بکنم که در لوکزامبورگ الان اعلان کردن که چون ممکنه نیروگاه اتمی فرانسه که نزدیک مرز لوکزامبورگ از نشتیش زیاد بشه، به زودی قرص‌های دیود برای مصرف پخش خواهند کرد بین مردم. قرص‌های دیود قرص‌های یود. خیلی ممنون اگه این خبر رو به ایشون بدید که ایشون خیلی علاقمند هستن. قرص‌های یود. مرسی، ممنونم. خب حالا بریم به هموطن دیگری گوش بدیم و پیامش رو بررسی کنیم. سلام آقای نوری‌زاده، برنامه های ادبی تاریخی و سیاسی شما
اکثرا خوبه. فقط برنامه شخص خودتون از 3 سال پیش هر روز اعلام کردید که دکتر بشار اسد در کنار میشه و دیروز هم چنیدم گفتید 200,000 نفر کشته. یعنی شما از داعش حمایت میکنید؟ اکثر این 200,000 نفر یا داعش اینا رو کشته یا از داعشیون بودن که توسط میهن‌پرستان طرفدار دکتر بشار اسد کشته شدن. آخر این پولی که از عربستان گرفتید برای تأسیس این رادیو ارزش داره؟ مردم ایران احمق نیستن، میفهمن این چیزا رو. شما من از چند سال پیش برنامه شما رو تعقیب کردم، اول فکر کردم درست میگید ولی اخیرا غرضروی شخصی شما رو بر علیه دکتر بشار اسد میبینم. اولا بنده نه با دکتر بشار اسد پسر خالم، نه مخالفشم، نه میخوام برم جاشو بگیرم. این غلیظ که شما گفتید دکتر بشار اسد، شناختمتون چون بله و آقای سفیری سوریه در ایران داشت که اتفاقا با ما هم دوست بود و نشریه المعجز ما هم مشترک بود. این مدتی که در ایران بود یه عده آدم رو برای خودش دست و پا کرد که براش کار میکردن، خبر بهش میدادن. این آقای که قبلا هم با من صحبت کرده یکی از اون است. و آنچه که موضع من نسبت به بشار اسد اینه، 200,000 تن از مردم سوریه رو کشته. این ربطی به تروریستا و اونا نداره. چرا؟ چون آمار و ارقام قتل کشتار تروریستا و سپاهیان اسد رو کسی نمیدونه. هر کی هم میگه حدس میزنه، چون اونا معمولا آمار رو منتشر نمی کنن. اما المرصد سوری للاعلام که آقای رامی خوری اداره میکنه و مورد احترام و اعتماد سازمان ملل و تمام مجامع بین المللی است، آمار رو اون انتشار داده. 193,609 آخرین آمارشه. اینو بشار کشت. 85% از سوریه رو بشار ویران کرده، چون اپوزیسیون هواپیما نداره که از بالا بشکه‌های باروت بریزه زمین. در رابطه با عربستان و پولی که از عربستان گرفتیم، راجبه اینم من اصلا احتیاج به توضیح نمیدونم بدم. موضع من یه موضع ملی ایرانیه و در دفاع از مصالح ملی کشورم میگویم. رژیم جهل و جور و فساد با اعزام نیروهاش به سوریه خطکشی سنی شیعه رو پررنگ کرد و اصولا جنگ شیعه و سنی رو راه انداخت و به تروریستای داعش و جبهه نصرت و تروریستای سلفی میدان داد و مجال داد، با این توجیه که خب حزب الله و جمهوری اسلامی هم که هست، ما هم باید برای دفاع از حقوق سنی ها به میدان بیایم، به اونا مجال ظهور داد. داعش سوریه ساخته قاسم سلیمانی و استخبارات بشار اسد. و دوست عزیز، گفتم من هیچ عقده‌ای نسبت به بشار اسد ندارم. اگرم شما برنامه های دیگر تلویزیون رو میپسندید خیلی خوشحالم، حالا برنامه من نپسندید هیچ اشکال نداره. ولی این نکته رو یادتون باشه، وقتی کشوری پا میشه نیرو به کشور دیگر میفرسته و در اونجا مداخله نظامی میکنه، قبح این همونقدر هست که وقتی آمریکا رو تو عراق یا آمریکا رو توی ویتنام محکوم میکردی. جمهوری بلدفقیه حق نداره بچه های ایران رو به کشتن بده در خاک سوریه. مرز ما در سوریه نیست، مرز ما در شلمچه است، مرز ما در خلیج فارسه، مرز ما دریای مازندران، در آذربایجان، در خراسان، در بلوچستان. ما نباید بریم در سوریه. رژیم جنایتکار بشار اسد سرنگون خواهد شد. 3 سال گذشت، ممکنه 4 سال 5 سال بگذره. مگه صدام بعد از جنگ خلیج فارس 2، بعد از آزادی کووید، مگه یا 12 سال دیگه نمون، 10 سال 11 سال دیگه نمون؟ ولی پس داد. بشار کشتارایی رو که کرده پس خواهد داد و ارباب و حامی بشارم در تهران پس خواهد داد. در این تردیدی نکن دوست من. دیگه مقولات دیگر رو من تصور میکنم زیاد، ولی اینو پخش کردم بدونید ما نه از انتقاد شما نگران میشیم، نه از تعریف شما خیلی خوشحال، بلکه یه خط و ربطی در ایران فردا هست. از اون خط و ربط هم گفتیم به هیچ وجه بر نمیگردیم. اون دو اصل طلایی رعایت میشه و سعی میکنیم. بیطرفی معنا نداره. شما نمیتونی وقتی یه قلدر آدم کش داره یه ضعیفی رو میکشه بیطرف باشی.
اما بیطرفی به این معنا در خبر و در تحلیل نه. در تحلیل باید موضع بگیری، ولی در خبر ما رو سعی میکنیم این بیطرفی باشه، از هر دو سو خبرها پخش بشه، حتی در مورد جنایتکاری به نام دکتر بشار الاسد. هموطن بعدی. جناب نوری‌زاده سلام مجدد دارم خدمتتون، امیدوار بودم که سوال من پخش بشه با صدای خودم. من متاسفانه پخش نشد که هیچ اشاره‌ای به سوال من نکردیم و در واقع جای تأسف در یک کلام کسی که چنین روزی روزگاری مثل شما شهامت داشته در دادگاه مرد بزرگی مثل سپهبد رحیمی شرکت می‌کرده و جز مقربین درگاه جمهوری اسلامی بودی که در اون دادگاه شرکت کرده، امروز دارای اون ویژگی های شهامت و صداقت نیست که یک صدا را حتی پخش کنه و به سوالش بپردازه. متاسفم برای شما، ولی خب هر حال هم که گفتم مطبوعات آزاده و شجاعی هستن که حتما به این سوال ها پاسخ خواهند داد. من بسیار بسیار خوشحال خواهم شد شما قول دادین که پخش مستقیم برنامه تماس مستقیم خواهیم داشت و امیدوارم که عملی بشه و من اون موقع صحبتم رو و سوالاتم رو با شما و بیننده‌های شما در میون بذارم. شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم. من نمیدونم این دوستمون راجع به کدوم سوال میگه. یادتون باشه دوست من، هر بار حدود شاید 100-150 پیام هست و از میون این پیام ها اگر من فرصت بکنم بشنم همه رو گوش بدم، عمده ترینش رو که حاوی نقاط و نکات و سوالاتی است انتخاب میکنم. اگر فرصت نکنم برای تهیه کننده میفرستم و تهیه کننده اینا رو پخش میکنه به ترتیب، بدون حالا احتمالا سوال شما نوبتش نرسیده بود، ولی من نمیدونم ای کاش سوالو تکرار میکردید، چون کمان که امروز مشاهده کردید حتی حرف خودتون ما هیچ نوع سوالی برای ما. اما در مورد این که مثلا نیش به من زدید، این سوالتون رو دوباره بگید من حتما جواب بدم، اما نیش به بنده زدید که کسی که مورد اعتماد جمهوری اسلامی بوده، عزیز من دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات بودم، یادت باشه سنم خیلی پایین بود، دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات بودم و سردبیر مجله امید ایران، پرتیراژترین مجله تاریخ ایران. این دیگه ادعا نیست، آقای مهدی فشنگچی در ایران هست، چاپخونه ما هم هست و همه میدونن مجله‌ای که در هفته سه بار چاپ میشد به چاپ سوم میرسید. اطلاعات هم که خوشبختانه از اون روزی که بنده دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات شدم، باز به گفته زنده یاد مرحوم صالحیار در خاطراتش، تیراژ سیر سعودی طی کرد. پس بنابراین به عنوان سردبیر سیاسی اطلاعات باید هم حضور داشتم، ضمن اینکه من خیلی از اینا رو میشناختم از قبل از انقلاب، ولی دلیل نیست که تاییدشون میکردم. انقلاب من با انتخاب دکتر شاپور بختیار به نخست وزیری به نتیجه رسید. آنچه بعدش بود کودتای سید روح الله مصطفی بود به همراه هایزر و بقیه قضایا. شنونده بعدیمون، بیننده بعدیمون. آقای دکتر نورالدوله سلام عرض میکنم، خواهش میکنم کمی در مورد بیکاری هم صحبت بکنید که تو هر خونه‌ای که ببینید یکی دوتا بیکار هست، جوان 30 سالشه، خونه نداره، کار نداره، زن میخواد زندگی رو تشکیل بده، متاسفانه کار نیست و به اقرار خودشون میگویند که 9.5 میلیون بیکار هست. آقای رئیس جمهور میگه که وظیفه دولت نیست کار برای شما تولید بکنه. آخه کدوم شرکت، کدوم جا هست که این جوانا برن برای خودشون دست پای کار بکنن؟ من خواهش میکنم کمی در این مورد هم صحبت بکنید. اما در مورد گرانی و مواد غذایی و وضعیت اقتصاد، گوشت قرمز، میوه، برنج و خیلی چیزهای دیگه از سفره مردم حذف شده. ما خودمون که داریم میریم میخریم، درست از 2 ماه پیش روی یک کلم پنیری که 2800 تومن میفروختن
الان شده 4200 تومن. میگویند دارو ارزون شده. کجا ارزون شده؟ داروهایی که به ما میدن اینجا گرونی که به جای خودش. از 3 قلم دارویی که می نویسن 2 قلمش آزاد باید بخرید. داروهای اساسی مثل انسولین کیفیت نداره اصلا و ابدا، یا خرابه یا اینکه اساسا کیفیت نداره و مریض که مصرف میکنه راضی نیست. اون چی که میگوین نمیدونم ما در عمل صداقت داریم، والا ما که میبینیم در عمل اون چی میگوین خلاف سر جامعه حاکم است. من خواهش میکنم این مقدار در مورد این مسائل هم صحبت بفرمایید. متشکرم، بسیار بسیار ممنونم از لطف شما. سپاسگزارم هموطن نازنینم. چشم، حتما من با آقای دکتر فربخش هم صحبت خواهم کرد و همینطور دکتر تقی‌زاده که بتونیم برنامه هایی رو به این مقوله اختصاص بدیم. و البته دکتر فربخش یه مقدار صحبت کرده که بی لیاقتی این رژیم و اینکه اگر وضع رو اقتصاد محور میکردن، کاری که چین کرد، به مرور آدم به آزادی هم میرسید، به دموکراسی هم میرسید، ولی اینا سیاست محوره، در واقع باید گفت مافیا محوره و این وضعیست که مشاهده میکنیم. چشم، هموطن دیگرم. جناب نوردی سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خسته نباشید. لطفاً کمکی به ما بکنید، اگر لازم هست صلاح میدونید آدرس این کسانی که در واقع توی این انقلاب 57 به شهادت رسیدن مثل مهدی رحیمی و امثال اونا، اگر شماره قطعه چیزی دارن که به ما بدیم ما بدونیم کجا هستن، خیلی ممنونتون میشم. دوست عزیزم، این منوط به خانواده هاست که باید، بعضیاشون خب مشخصه میدونیم، ولی بعضا حتی نمیخوان اینو بگن، برای اینکه از این رژیم بیزارن و خوف دارن این رژیم بره و مقبره عزیزشون رو ویران کنه، کمان که کرده. مقبره شاملو رو تا حالا 4 بار سنگ قبرش رو ویران کردن و طبیعتا مرد بزرگی مثل زنده یاد تیمسار مهدی رحیمی رو، آرامگاهش رو راحت نخواهند گذاشت. ولی دور نیست اون روزی که ملت ایران تندیس‌های این عزیزان رو برپا دارد و مزاری در خورشون. چنین باد. هموطن بعدی من، با درود. به دلیل فاش‌گویی‌هایی که شما می‌کنید، مدت هاست که به قدری پارازیت روی موج شما زیاده که تقریبا خیلی قابل رویت برای ما. تا این چاره‌ای بیندیشید یا اینکه نمیدونم راه حلش با شماست؟ بله دوست من، ما همون هاتبرد رفتنمون یکی از دلایل عمدهش، با وجود که هزینه برای ما داره سنگین تر، ولی این کار رو داریم میکنیم و امیدوارم با آسودگی بیشتری و بدون پارازیت های دستگاه کنترل و منع وصول حقیقت به ایران سید علی آقای خامنه ای بتونید برنامه های ما رو شفاف و روشن مشاهده کنید و همینطور تلویزیون های دیگر. هموطن بعدی من، الو سلام، من که مزاحم شما مرتب میشم. امروز دیدم آقای نوری‌زاده دارن پیام ها رو میگن، خواستم خواهش کنم که نمیدونم حالا پیام منم خونده یا نه، من دیر روشن کنم، خواستم خواهش کنم از حضورشون که لطف بکنن بگن که این تذکر رو بدن که شاهزاده رضا پهلوی واقعا شاهزاده است، پدر بزرگ و پدر شاه بودن، خودشون شاهزاده هستن. آقای پهلوی، آقای رضای پهلوی نگن، یه عده واقعا نیست به آمریکا یا یه عده این کلم نمیتونن این حرف رو بزنن، در صورتی که شاهزاده است. این خواهش میکنم تذکر بدن که اول که اونایی که ادب ندارن یاد بگن. و در ضمن این حالا هاتبرد هم هر کدوم هم میرید چیز ما رو، بودجه ما رو از بین میبره، یه دوم باید بیان عوض بکنم برام. دست همشه پایدار باشین، سلامت باشین، از برنامه خوب تو خیلی تشکر میکنم. این سخن جلورم، این خدا کنون آقای اولیه برگردن که خیلی قشنگ اجرا میکردن.
خدا کمک شما باشه و سلامت باشین. خدا حافظ. ممنونم. این هاتبت رفتن کار شما رو آسون میکنه، ولی البته یه المبیه دیگه اونو باید حالا یه خود کج و کلش کرد و چه کنیم، چاره نداریم. شما شرایط ما رو در نظر بگیرید با چه سختی این برنامه تهیه میشه، میاد رو آنتن جمهوری ولایت فقیه پارازیت میده بدون اینکه در اندیشه سلامت شما باشه. ولی خب حالا میریم هاتبرد و یک باندی هم خواهیم بود که خیلی قوی و خوب و شما میتونید به همین شفافیت شاید هم بهتر برنامه ها رو مشاهده کنید. در مورد برنامه فهمیم سخنم که قبلا توضیحاتو دادم، گفت خوشا نامهربونی هر دو سلبی. ما نامهربونی نکردیم، دوستمون شرایطی داشت که اون شرایط در ضوابط قانون کار بریتانیا نمی گنجید و بنابراین ناچار خودش رفت. ما بهش گفتیم، راههایی رو هم نشونش دادیم. شاید از نظر مادی به مصلحتش بود که اینجا نباشه، یعنی که مزایاش در واقع از بین نره. ما راضی به رضای او هستیم چون همکار عزیزی بود، خیلی هم دوستش داریم. هموطن بعدی ما، با سلام، میخواستم به آقای نوری‌زاده بگم که خیلی طرفدار دکتر مصدق هستم و عاشق سینما چاک ایشون هستم، که این آقایی که کارگر چاپخونه بودن و گفتن که مصدق توده‌ای بوده و با توده در ارتباط بود و ضد کارگر بود و همینجور دانش فروهر و شما این رو نه کردین و یه طرف جوابایی که زیاد خیلی هم مربوط نبود گفتیم. بهتون بگم که واقعا حتی خود شما واقعا باید دکتر مصدق ضد کارگر بوده باشه و خود شما هم ضد کارگر هستین، چون وقتی علیداری اون توهین رو به پدر من که کارگر شهرداری رفتگره و برادرم که کارگر فضای سبز شهرداری است کرد و امثال اینها، شما خیلی شجاعانه از آقای دایی حمایت کردین و آقای مایلی کوهن با تمام حالا بدیهاش که اون کار شجاعانه و مهربانه را در حق ماها کردن کوبوندین و تحقیر کردین و شما که این همه ادعای دموکراسی و برابری اجتماعی میکنین چرا انقدر راحت اجازه میدین که یه کارگر شهرداری توسط یه آدمی که همیشه به ایران خیانت کرده مثل آقای دایی و من خیانتاشو خیلی آزارم براتون بگم، ولی الان میخوام کوتاه باز براتون پیغام بذارم نمیتونم بگم، چجور خبر میاد میگی که آره خب یه استعداد مقایسه کرده دفعه کنم یکی از علتی که شما میگین محمد رضا شاه پهلوی خیلی مثلا خیلی عیب و ایراد داشته دلیلش این بوده که ایشون خیلی ورزش کارگری رو بهشون نگاه جدی داشت و ورزشگاهی خیلی باشکوهی واسه قشر کارگر میساخت و تو هیچ کدوم اون ورزشگاه نمینوشت منهای کارگر شهرداری، در حسرت از اینکه باز هم تا حدود آزادی هست توی تلویزیونتون ازتون تشکر میکنم. امیدوارم بتونه جواب قانع کننده نه برای عقیده ضد کارگری خودتون به من بده. سپاسگزارم خواهر من، ولی من نمیدونم من چه عقیده ضد کارگری داشتم. کجا امروز آقای اوسانلو که نماینده کارگران و کارکنان شرکت واحد هستن، یکی از همکاران ما هستن و در برنامه آقای چالنگی تفسیر خبر همه هفته حاضر میشن و ما همیشه خبرهای مربوط به جنبش کارگری رو با نهایت اهتمام پخش میکنیم بهشون. من نمیدونم شما منظورتون کی بود، چی بود قصه مایلی کوهن و آقای علی دایی. من راجع به آقای علی دایی حرفی نزدم، ضمن این که من خواهش کردم ازتون در صحبتاتون سعی کنید واژگانی رو به کار نبرید که آدم وقت بر میداره میگید سانسور کرد، ولی این دفعه من بر نداشتم. ولی کلمه خائن خیلی کلمه سنگینیه، بار سنگینی داره. همونطور که من در مورد زندیات دکتر مصدق نمیپذیرم، در مورد پادشاه فقید ایران نمیپذیرم، در مورد آقای علی دایی هم نمیپذیرم. آدم میگه خائن، چه جوری میتونیم بگیم خائن بود؟ به همین راحتی کلمه خیانت رو به کار نبریم. هموطن بعدی من، الو، سلام آقای نوری‌زاده، خیلی جالبید شما، خیلی میفهمید، خیلی واردید، خیلی درست حرف میزنید. من مدت هاست که میخوام با شما صحبت کنم ولی متاسفانه ندونم. امشب فکر کردم یک شنبه شبه، فکر کردم میتونم برنامه زندن با اتون صحبت کنم، ولی مثل که متاسفانه نه.
ولی ایشالله زنده باشین، موفق باشین، چون خیلی خیلی به ما کمک میکنین، راهنمایی میکنین. همه حرفاتون هم درسته، همه صحبتاتون هم درسته، منتها ما خیلی عقبیم آقای نوری‌زاده، ما خیلی عقبیم، ما مردم بی تفاوتی شدیم و ما اصلا نمیدونیم چی میخوام چی میدیم. چرا ما نه ما مستحق این بدبختی ها بودیم نه شاه، دیگه شما بهتر از همه ما میفهمید. شاید بشه یک کاری کرد، به امید خدا موفق باشید. خدا سپاسگزارم هموطن عزیز من، ممنونم ازتون. چه بگویم این همه لطف رو. هموطن بعدی ما، با درود و سپاس برای برنامه‌های بسیار خوب و ارزشمندتون، من می‌خواستم به عنوان یکی از بینندگان برنامه‌های شما در رابطه با تروریست‌های داعشی نکته رو یادآوری بکنم که نام بردن از تشکیلات اونها با عنوان دولت اسلامی که شما به کار می‌برید و بسیاری از رسانه‌های دیگر هم همونطور که می‌دونید به اشتباه اون رو تکرار می‌کنند، از دیدگاه من یاری رسان این قبیله خونخوار در رسیدن به اهداف غیر انسانی و وحشیانه اونهاست. کاربرد واژه دولت مستلزم به هم برآمدن شرایطی است به گمان من که هیچ کدوم از اونها در این گروه تروریستی نیست. تکرار کردن ادعای لفظی اونها در رسانه‌های عمومی به این جنبش شیطانی در اذهان عمومی مردم جهان مشروعیت و جایگاه تثبیت شده رو میبخشه که برای حرکت وحشیانه اونها مایه استواری و برقراری خواهد شد. بگم من ادعای این وحشیان قرنی خم که طرح خونین برای آینده است، ولو اینکه اون رو با خونریزی های خودشون آغاز کرده باشند، نباید با تکرار از سوی رسانه ها به آبی تبدیل بشه که آسیاب هولناک این جبهه اسلامی رو بهتر از پیش بچرخونه. دوست من، خود شما در صحبتاتون بله خودتون در صحبتتون اشاره فرمودین این گروه اسلامی. ببینید، اسلام ناب انقلابی محمدی در دو وجه شیعه و سنیش، بن لادنی و سید روح الله مصطفیش، این جلوی ما یه واقعیت فکته. حالا ابوبکر بغدادی در اونجا میگه من خلافت اسلامی برپا کردم، بالای منبر میره تو موسل و خطبه میخونه مثل هارون رشید و میگه دولتون از دولت اسلامیه و این دولت اسلامی است که ما برپا کردیم. خب سید علی آقای خامنه ای هم میگه دولتی که ما داریم اسلامیه و ما هم ادامه حکومت اهل بیت هست. اینا ادعاست. اگر بگیم دولت اسلامی، ما کردیتی بهشون ندیم. همین چیزیست که دنیا داره میگه. داعش میگفتن، حالا اسم داعش عوض شد چون الان یه نوع تفکیک شدن در سوریه و عراق. حالا میگه دولت اسلامیه فی سوریه و شام، فی العراق و شام. نقشه های دیگه هم دارن. بنابراین این اسمه، روی اسم حساسیت به خرج دادید. نه اسلام با اسم داعش خراب میشه، نه داعش با اسم اسلام اعتبار میگیره. همش دکانه اینا و این دکانه هم الان برای مردم کاملا رو شده. یه عده بدبخت گمراهه و یه عده آدمایی هستن که تو انگلیس اون روز دم دو تا دختر اتریشی پاشتن رفتن اونجا زن دو تا جهادی چچنی شدن، بعدم حامله شدن، به پدر و مادر گریان پای اینترنت یه کاری کنیم ما برگردیم. اینا هوسه. بچه‌ها 16 17 ساله میبینن مسلسل و تفنگ پا میشن میرن. حالا یه ریشه اسلامی هم داشته باشن تو خانواده بد نیست، ریش میذارن رنبو میشن، پا میشن میرن اونجا با واقعیت‌های زندگی روبرو میشن. تلویزیون سعودی با یکی از اینا که برگشته بود صحبت میکرد، برادرش اونجا کشته شد، یه پزشک، و عاقبتش رو دیده بود چی میشه. این بود که این یکی برگشته بود. هموطن دیگری رو بشنویم چه میگوید. با سلام و خسته نباشید به تمام کارکنان و برنامه سازان شبکه خوب ایران. من از بینندگان پروپاگاس شما هستم و به خصوص بعضی از برنامه های شما رو بیشتر از بقیه نگاه میکنم. برنامه هایی مثل برنامه سه نیم سخن، برنامه های تبدیل چالنگی و برنامه
روبه خانه پدری آقای نوریزاده. یه سال از خدمتتون دارم، میخوام ببینم آقای نوریزاده اول انقلاب تو این بحبوحه انقلاب سال 57 کجای قضیه بودن، کجای تاریخ بودن؟ اینوری بودن، اینوری بودن، نه اونوری بودن، نه اینوری بودن. میخوام ببینم کجا بودن. خواهش میکنم اینو، نه اینکه خدای نکرده بخوام از ایشون ایرادی بگیرم، نه، میخوام دوست دارم ببینم موقع کجا بودن. اینو بهشون بگید تا برامون توضیح بدن. خیلی تشکر میکنم، خیلی خیلی سپاسگزارم دوست من. در همین برنامه توضیح دادم، در آغازش گفتم کجا بودم و اعتقاداتم چه بود. امیدوارم پاسخ من قانع کننده بوده باشه. هموطن بعدیمون جناب نوریزاده، مجدداً درود فراوان دارم به شما و خسته نباشین. در پیام این هفته تون لطف کردین، جواب پیغام منو دادین و خیلی بیشتر خوشحال می شدم اگر صدای منو پخش می کردین و دوستان دیگه که اگر در همین رابطه صحبتی دارن از زاویه دیگه به مسئله نگاه می کردن. کما اینکه هموطنی از ایران زنگ زدن به این نقطه مسئله مادی اشاره کردن و هنوز من فکر و سوال هستم که چه اشکالی داره که شما دست نیاز به هموطنان دراز بکنید و از حمایت بی‌دریغ اونا برخوردار باشید و این یک نه تنها یک نمایش مردمی بودن، بلکه بدون شک کلید حل بسیاری از مشکلات شما در مسائل برنامه‌هاتون هست و فکر نمی‌کنم اون انسان‌های شریفی که به شما کمک بکنن مخالفت با این مسئله داشته باشن که دست شما بیشتر باز بشه و بتونید برنامه‌های بهتری ارائه بدید. در هر حال براتون آرزو موفقیت میکنم و میگم این سوال خیلی است و خوبه من اشاره بکنم سال گذشته در یک مهمانی با یکی از همکاران بسیار شریف شما آشنا شدم و دوست همراه من پرسید از ایشون که برنامه‌تون بسیار خوبه ولی خب از کجا حمایت مالی میشید، که این دوست گرامی با تمسک به عبارت مرحوم مشقاسم که گفت دروغ شده ما که با چشم خودمون ندیدیم پول از کجا میاد، ولی میگن که انسان‌های وطن پرست کمک میکنن با خنده البته ده. که گفت ما هم قبول کرد. به هر حال برای شما آرزو موفقیت میکنم و امیدوارم که شما هم برنامه ارتباط مستقیم به طور جدی داشته باشین با بینندگاتون و در واقع جواب این سوالا رو بتونید مستقیما بدید که طبیعتاً دارای برد خیلی بیشتریه. من خیلی خیلی تشکر میکنم و امیدوارم که شما پیام مستقیم با مردم دریافت کنید و همچه پیام بدید در برنامه های که مثل سرهای تلویزیون ها اجرا میکنم. به امید اون روز سپاسگزارم دوست من. راجع به تلفن که براتون گفتیم خط آماده و انشالله این کار رو خیلی زود خواهیم کرد، ولی من باز برگردم به این مسئله که شما اشاره میکنید. شما یه وقتی میاید از مردم میخواین بهتون کمک بکنن، 10,000 نفر مثلا میان، نفری $10 بهتون میدن میشه $100,000. حالا اگه 2 نفر اومدن اینو به شما دادن، آیا لزومی داره که شما بیاید باز بشینید از 100,000 نفر 10,000 نفر بخواید نفری $10 بدن؟ خب اون 2 نفر دارن این کارو میکنن. در مورد تلویزیون ما هم اینجوری بود، یه شرکت یه تراستی درست شد. اون تراست به علت اینکه درآمدی داره از جایی تقبل کرد که هزینه این تلویزیون رو تا یه مدتی بپردازه و این مدت کافیه برای اینکه ما بتونیم خودکفا بشیم و در این زمینه هم داریم کار میکنیم. من رو هاتبرد بریم و بعدش به این ترتیب. دوست من اجازه بدید دیگه راجبه این مقوله بحث نکنیم. من همه توضیحات رو دادم، برنامه رو هم ببینیم، پیام رو هم ببینیم. اگر در اینجا ذره‌ای خلاف مصلحت ایران دیدید، حرفتون درست. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوریزاده تا هفته آینده با شما و ایران فردا، تلویزیون ایران فردا، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.